که رژیم با تحریم گسترده انتخابات روبرو بود، استقبال از کهکشان بیانگر چیست؟ بله، در واقع این گرد همایی به عقیده من نماد آرزوها و خواستهای مردمی، خواستهای خلقی که فقط تا کنون طعم استبداد و ستم رو چشیدن و برای رهایی خواستهاشون و آمالشون در آلترناتیو انقلابی و مردمی میبینن و با حضورشون تو این کهکشان و استقبالشون میخوان به جامعه جهانی اعلام کنن که مردم ایران حکومت ولایت فقیه رو نمیخوان و نماینده واقعی مردم ایران این آلترناتیو است. اما اصل قضیه که در نبرد با دیکتاتوری آخوندی باید روی اون انگشت گذاشت اینه که تا کنون فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران از اونجایی که میدونه و جامعه جهانی هم اشراف داره صورت مسئله اصلی آلترناتیو انقلابیه. رژیم و ولایت فقیه تمام تلاش خودش رو به کار میگیره، حتی میلیاردها دلار هزینه میکنه، از هر ترفند و دروغ و شیطان سازی استفاده میکنه که بگه حکومت ولایت فقیه آلترناتیوی نداره و نقش آلترناتیو به عنوان صورت مسئله اصلی که حاکمیت ولایت فقیه رو مورد تهدید قرار میده پاک کنه. اما این کهکشان با این ابعاد، با این اوج، با این شکوفایی میاد تمام ترفندها و دجالگری های حکومت خامنه‌ای رو نقش بر آب میکنه و اتفاقا از نظر من نقطه امید مردم برای سرنگونی میشه. به همین دلیل خامنه‌ای و دیپلماسی ضد انقلابیش میان تمام تلاشاشون رو میکنن که مانع از برگزاری این گردهمایی بشن، اما خب بیومن تلاش ها و جانفشانی های اعضای مقاومت تمام این توطئه دشمن مردم ایران خونسا میشه. خیر، یک آلترناتیو قدرتمند با یک پشتوانه مردمی در داخل ایران وجود داره. برای نمونه تا همون اخبار رو حتما شنیدید، روز گذشته نیروهای مقاومت اومدن از 315 شهر توی 31 استان کشور از حوزه های رأی‌گیری بازدید داشته و گزارش کردن. همینطور این حمایت و پشتیبانی رو میتوان در جامعه بین المللی هم دید. علی رغم اینکه مماشاتگران از این حکومت ولایت فقیه حمایت میکنن، اما این مقاومت راه خودش رو باز کرده و به نظر من امروز در اوج شکوفایی برای سرنگون کردن این حکومت فاشیسم مذهبی گام برمیداره. به این ترتیب میشه گفت به رغم همه ترفندها و به رغم همه تقلبات خامنه‌ای و وزارت کشور رژیمش، 88% مردم ایران انتخابات قلابی ریاست جمهوری رو که در رژیم ولایت فقیه از اساس معنا و مفهومی نداره اومدن تحریم کردن و باید درود گفت این مردم.